درود و وقت بخیر با پادکست خبرهای مهم این هفته از عمل خوش آمدید. با خبری از هامبورگ آغاز میکنیم. کاظم آباچی نماینده حزب اسپیدی در مجلس هامبورگ خواستار الزام کار برای پناهندگان شده است. او معتقد است که این اقدام میتواند به ادغام بهتر پناهندگان در جامعه و کاهش خطرات رادیکالیزم کمک کند. آباچی که همچنین سخنگوی حزب اسپیدی در امور مهاجرت و پناهندگان است، بر اهمیت تقویت اقدامات پیشگیرانه علیه اسلامگرایی تاکید کرد و گفت که باید به ویژه روی مقابله با ایدئولوژی های افراطی در میان جوانان تمرکز شود. او پیشنهاد کرده که علاوه بر محدودیت های استفاده از چاقو و کاهش مهاجرت غیر قانونی، باید در زمینه مقابله با رادیکالیزم داخلی نیز کار شود. در مستندی که اخیراً از شبکه آردی پخش شده، عبدال یک افسر جوان با تبار مراکشی که 3 سال در پلیس برلین خدمت کرده، از تجربه های تلخ خود در رویارویی با تبعیض نژادی میان همکارانش پرده برداشته است. او میگوید تلاش‌هایش برای گزارش این تبعیض آب و مقامات بالاتر با بی‌توجهی یا نادیده گرفتن روبرو شده است. طبق تحقیقات SVR، نژاد پرستی در میان پلیس آلمان به موارد پراکنده محدود نمی شود، بلکه نمونه های بسیاری از آن وجود دارد. بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از عواقب جرأت نمی کنند که در این باره صحبت کنند. همچنین با وجود شواهد در مورد موجودیت شبکه های افراطی و مشاهده رفتارهای تبعیض‌آمیز در میان افسران پلیس، تحقیقات مستقل و جامع در این زمینه انجام نشده است. با این حال بسیاری از افسران جوان خواستار انجام تحقیقات مستقل هستند تا مشکل نژاد پرستی در پلیس به درستی شناسایی شده و اقدامات لازم برای حل آن انجام شود. حضور حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD در رسانه اجتماعی تیک تاک بسیار پررنگ است، به طوری که یکی از دلایل گرایش جوانان به این حزب و افزایش آرای آن همین مسئله محسوب می شود. و گفته روزنامه مگزین، دانشگاه پوتسدام به تازگی مطالعه در این زمینه انجام داده و به نتیجه قابل توجهی رسیده است. در انتخابات ایالت های زاکسن و تورینگن که روز یکشنبه اول سپتامبر برگزار شد، حزب AfD آرای بسیار زیادی از سوی جوانان 18 تا 24 ساله به دست آورد که نشان دهنده نقش پررنگ این حزب در رسانه‌های اجتماعی است. صفحه رسمی این حزب در تیک تاک بیش از 730 هزار دنبال کننده دارد که بسیار بیشتر از حزب‌های دیگر است. از 75 هزار ویدیویی که این حزب از نیمه آگوست تا اول سپتامبر 2024 منتشر کرده، 2000 ویدیوی آن آشکارا جهتگیری سیاسی دارند. در حادثه ای که صبح روز دوشنبه 2 سپتامبر در سارشتاد شهری در منطقه هیلدسهایم ایالت نیدرزاکسن آلمان رخ داد، یک مرد 61 ساله به قتل رسید. مظنون این قتل مرد 35 ساله اهل عراق است که در مرکز پناهندگی تحت مدیریت قربانی زندگی می کرد. این مرد اکنون در بازداشت موقت به سر می برد و به اتهام قتل عمد تحت پیگرد قانونی قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که هیچ نشانه از پس زمینه تروریستی در این عمله مشاهده نشده و انگیزه مظنون هنوز نامشخص است. به گفته پلیس، مظنون در نخست با قربانی درگیر شده و سپس به او چاقو زده است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. یک پسر 11 ساله که به گفته مقام‌های امنیتی هامبورگ بیش از 70 بار سرقت کرده و بیش از 100 بار از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان فرار کرده است، همچنان مورد توجه قرار دارد. پس از آخرین فرار او، تصمیم گرفته شده است که یک شرکت امنیتی خصوصی بر او نظارت کند تا از ارتکاب جرم‌های بیشتر جلوگیری شود. اما توماس یونگ، رئیس اتحادیه پلیس آلمان، همچنین نسبت به توانایی شرکت امنیتی در جلوگیری از فرارهای مجدد و ارتکاب جرم‌های بیشتر توسط این کودک تردید دارد. این پسر که به عنوان پناهنده تنها در هامبورگ زندگی می کند، به دلیل سن کم هنوز از نظر قانونی قابل تعقیب نیست. به نظر می رسد که افراد بزرگتر به طور هدفمند از او برای ارتکاب سرقت ها استفاده کردند. در حال حاضر تلاش ها برای پیدا کردن یک مرکز بسته برای نگهداری این کودک در حال انجام است.
پرداخت نقدی برای خرید بلیط در اتوبوس‌های شرکت حمل و نقل برلین یا بی‌فوگی حذف شد. این تصمیم به دلیل کاهش شدید تعداد بلیط‌های خریداری شده با پول نقد گرفته شده و طوری که فقط 3 بلیط در روز به صورت نقدی خریداری می‌شد. از این پس مسافران می‌توانند بلیط‌های خود را از طریق کارت‌های بانکی یا اپلیکیشن‌های پرداخت دیجیتال تهیه کنند. این تغییرات که قبلا در شهرهای مانند هامبورگ و ماینز اعمال شده با کاهش فشار کاری رانندگان و تسریع فرایند خرید بلیط کمک می کند. این اقدام از سوی دولت محلی برلین نیز حمایت شده است. از توجهتان به پادکست خبری این هفته سپاسگزاریم.